همراه میشم با سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان از بروکسل. سلام میکنم به شما آقای بشیرتاش، خیلی ممنون که تشریف آوردید. در بخشی از این گفتگویی که اشاره کردم روز جمعه مسیح علی نژاد انجام داد با ایران اینترنشنال، تلویحاً اسمی از شما برده شد، البته از همسر شما خانم دریا صفایی نام برده شد، و در جایی خانم علی نژاد گفتن که آقای پهلوی گفتن اگر دریا صفایی نه شوهرشون رو اضافه کنیم، که آقای پهلوی توییت میکنه که مخالفت شد. ابتدا به درخواست شما میگم که تشریف آوردید و میخواستید که در مورد این صحبت کنید. در مورد صحبت‌های خانم علی نژاد صحبت‌های شما رو می‌شنویم. خب اول از همین که واقعا برای من تعجب داره که ما یه شیوه آخوندی رو می‌شناسیم که برای نام بردن از بهران زنان نامشون نمیبرن و میگن زن فلان کس، و ظاهرا مثل همچین صحبتی هم در مورد خانم علی نژاد شده و اینجا آمده و اینگونه برخورد کرده. به نظر من شباهت زیادی داره متاسفانه با اون ادبیات آخوندی. اما حالا صحبتی در مورد من و همجور در مورد دریا که در جریانش هستم شد. یکی اینکه خب البته قبلا ایشون هم صحبت کرده بود، موقع منشور شکست خورد گفتش که تو دریا پیشنهاد شده بود دریا صفایی و قرار بود ایشون تماس بگیره با دریا، به گونه‌ای که بقیه بینندگان خیال کردن که موافقت شده با حضور دریا، ولی خب روز جمعه گفتش که مخالفت شد و قرار بود ایشون زنگ بزنه به دریا، که البته هرگز نزد. چندین هفته بعد از این صحبت ها بود که منشور، حتی میشه گفت بیشتر از چندین هفته، شکست خورد و به هر حال شاهزاده هم ازش اومدن بیرون. اما اونی که قرار بود دریا زنگ بزنه هرگز زنگ نزد، در حالی که زمانی که قرار نبود زنگ بزنه، یعنی ماها قبل از اون، یه سال پیش، دو سال پیش یا سه سال پیش، مرتب به دریا زنگ زد برای اینکه بگه یک سخنرانی برای من در پارلمان بلژیک درست کن، یک سخنرانی برای من در پارلمان اروپا درست کن، ولی بعد از اینکه قرار شد به دریا زنگ بزنه هنوز هنوزه زنگی نزده. البته صحبت کرده از اینکه همه مخالف بودن چون دریا صفایی قسم خورده در بلژیک. خب گمان کنم غیر از شاهزاده که ملیت آمریکایی یا انگلیسی اروپایی نداره، بقیه همه قسم خوردن یا به ملکه انگلیس یا به قانون اساسی آمریکا. خب من واقعا متوجه نمیشم چرا اون قسم معتبر هست ولی این قسم به هر حال ایراد داره. یک مسئله دیگه که به هر حال در مورد خب خود من هم صحبت شد که حالا من بعدا در این مورد صحبت میکنم، راجع به هر حال سه گروه صحبت کردن که عضو جبهه، عضو گروه منشور شدن، حزب، نمایندگان حزب مشروطه، شورای گذار و همینطور گروه تصمیم. واقعیت است که اینا هرگز عضو نشدن، اینها مشاور بودند و کمک هایی میکردن. برای همین هم زمانی که منشور رو اینا خواستن اعلام بکنن، این منشور رو اینها مخالفت کردن، گفتن که تولید دردسر میکنه، ولی ظاهرا خانم علی نژاد گفته بود نه خیر، از داخل ایرانه و حتما باید ما اینو سریعا منتشر کنیم. پس از انتشار منشور، نه دریا و من علاقه به حضور در این گروه نداشتیم، البته که حالا بعدا توضیح میدم چرا، و دلیلش هم خیلی مشخصه. توییت های من در اون زمان بعد از انتشار منشور مشخص میکنه، و همینطور دریا صفایی که دعوت شده بود به جشن تیرگان و به اونجا نرفت. یه مسئله دیگه این بود که نام خب سه نفر برده شد و همینطور به هر حال من هم همینطور، ولی یک نفر چهارمی هم بود که خانم علی نژاد نامش رو نبرد، دکتر امیر حسین گنجبخش. خب دکتر امیر حسین گنجبخش هم یک جمهوری خواهی با افکار سوسیال دموکرات، همونطور که آقای شهدایی یا آقای نقره‌کار هستن. واقعیت این است که هدف شاهزاده این بود که هرچی گسترده تر بشه این شورای همبستگی، و خب متاسفانه با مخالفت برخی از اعضا روبرو میشد، و حتی موقعی که کسی که در داخل ایران بود و الان زندان این چهره برجسته هم هست، تا 10-15 روز قبلش هم قبل از انتشار منشور همکاری میکرد با اینها، پس از اینکه اون اصرار داشت که
نام افراد بیشتری باشن برای اینکه اجماع بیشتری ایجاد بشه و طیف‌های مختلف سیاسی در این همبستگی باشن، ایشون به شکلی خانم اسدی‌نژاد به شکلی ارتباطش رو با ایشون قطع کرد و ارتباط به هر حال الان در زندان هستن ایشون، برای اینکه اصولا علاقه داشتن که خب خودشون باشن و یک دو نفر دیگه و حق خودشون هستن که حتما در یک شورایی باشن. خب حالا صحبت از این میکنن که میخواستن سمت نداشته باشن در آینده، ولی خب موضوع اینست که ما مردم ایران قبلا هم شاهد این بودن که کسی بود که میگفت من میخوام برم تو قم و هیچ سمتی تا آخر عمرم نخواهم داشت. جان بشیرتاش، اجازه میخوام ابتدا اسامی که بردید من بگم، هم امروز هم روز جمعه که خانم مسیح علی نژاد اسامی را آوردن، هر کدوم از عزیزان علاقمند باشن ایران اینترنشنال این بستر رو فراهم میکنه که بیان صحبت بکنن. خود شما هم نمونه بارز اون هستید. اگر موافق باشید بریم به سمت بحث منشور و اینکه امروز توییت کردید و گفتید که در ایران اینترنشنال صحبت خواهید کرد و از علل شکست گروه منشور جورجتاون خواهید گفت. میشه برای ما توضیح بدید از نظر شما علل شکست گروه منشور چه بوده؟ ببین نمایندگی نمی‌کرد مردم ایران رو، این خودش خیلی مسئله مهمیه و بعد شفافیت درش وجود نداشت، همچنان که خود مردم و خود ما هنوز نمی‌دونیم دقیقاً چه گذشت از اول و تا آخر و بیان نمیشه و موقعی که صحبت میشه میان یه تیکایی رو که به نظرشون به صلاحشون رو میان میگن، به شکلی تحریف واقعیت هستش و به شکلی عدم صداقت من در این مسئله میبینم. یک مشکلی که ایجاد شد این بود که خود منشور، ببینید منشور آمد وارد یک سری مسائلی شد که اصلا به نظر من وظیفه بعضن مجلس شورای ملی هست که داخل بشه یا زمان نوشتن قانون اساسی هست، ولی این منشور اومد یه سری مسائلی رو مطرح کرد که طبیعتاً نتونست مورد توافق خیلی ها باشه، ببینید این که بعضی چیزاش نگران کننده بود. مثلا قرار بود در اون منشور آمده بود که احزاب و گروه های شبه نظامی اسلحه‌شون رو پس از پیروزی برقرار سرنگونی جمهوری اسلامی به دولت آینده تحویل بدن. خب این برداشته شد، خب طبیعیه که نگران کننده است که یک سری احزاب برحال شبه نظامی اسلحه دارن، پس از پیروزی برقرار شکست جمهوری اسلامی اینا اسلحه داشته باشن و اسلحه‌شون رو تحویل ندن، خب طبیعتا نگران کننده است. یا اینکه ملت ایران از اون متن حذف شد، خب وجود داشت در اون منشور ولی نام این ملت حذف شد و این منشور واقعیت این است که با پنهانکاری کامل نوشته شد و تا یه روز قبلش تا چند ساعت قبلش میگفتن به هیچ کس ندید و کسی نباید در جریان اون باشه. ترکیب این منشور هم خیلی مسئله ساز بود. ببینید قرار گذاشته بودن که هر کسی بخواد به این جنبه پیونده با اجماع همه باشه، یعنی به شکلی هر کسی حق به تو داشته باشه. من سوالی که میخوام بکنم از همه بینندگان، ببینید یک نفر بیشتر نبود که یک مسئول برحال یک گروه سیاسی بود، اون هم آقای مهتدی بود. خب آقای مهتدی در اونجا بود و میتونست بگه کی وارد بشه کی وارد نشه، برای اینکه همونجوری که خودشون هم گفته بودن بعد به اجماع تصمیم گرفته میشد اگر کسی بخواد وارد بشه. من پرسشی که دارم نسته، آیا واقعا رئیس یک گروه سیاسی میتونه بره اونجا و بگه کدوم گروه سیاسی میتونه وارد بشه و کدوم گروه سیاسی حق ورود نداره؟ خب حالا کاری با آقای معتدی نداریم، این شخص گیری من باشم یا هر کس دیگه‌ای باشه طبیعتا دموکراتیک نمیتونه باشه، یعنی علاوه بر اینکه عدم شفافیت وجود داشت غیر دموکراتیک بود. شورای نگهبانی را انداخته بودند و ایده میگفتن که ما هستیم که تصمیم میگیریم چه کسانی بیان و چه کسانی نیان، و به ویژه اینکه خب آقای معتدی اصلا باور به ملت ایران نداره، میگه یک پروژه شکست خورده است. این باعث میشه که خب چنین کسی که ملت ایران رو یک پروژه شکست خورده میدونه و رسما میگه دولت کشور ملت ایران یه چیزی که وجود نداره و باید ملت‌های دیگر جای ملت ایران در این جغرافیای سیاسی ایران قرار بگیرند، خب همچین کسی بخواد بیا تعیین کنه چه کسی وارد بشه نشه، مطمئنا نیروهای ایرانگرا، نیروهایی که به موجودیت ایران به صورت جدی باور دارن، نمیتونن حضور داشته باشن. همین اینها متاسفانه یک نوع انحصار طلبی رو ایجاد کرده بود، یک نوع دیکتاتور مابی و طبیعتا
بش مهسا برای حقوق شهروندی و برای دموکراسی و نمیشه یک سیستم جدید دیکتاتوری رو جایگزین اون سیستم کردش. یکی دیگه از دلایل شکست گروه منشور این بود که من در جمع بعض از این کارشناسای قبلی که در مورد مسئله ایران خیلی به هر حال به روز هستند و کاملا دنبال میکنند، چون خیلی درست گفتن به نظر من، چیزی که تکرار میکردن این بود که این گروه منشور اکثرشون اینفلوئنسر بودن و سلبریتی، در حالی که واقعا یک کاری که باید جناب بشیرتاش هستن باشه. بازم یه بار دیگه من تاکید میکنم اسامی که شما بردید، باز هم اینجا ما میتونیم میزبانشون باشیم، هم از طریق اسکایپ و هم اینجا حضوری میتونیم میزبانشون باشیم. یه توییت دیگه دو روز پیش زدید و گفتید که اگر شورای انقلاب اسلامی 57 واقعیتی از ارتجاع مهسا بود، گروه منشور شورای همبستگی مهسا کاریکاتوری از ابتذال مهسا بود. میتونم نظرتون رو درباره این توییت بدونم؟ ببینید، در مورد شخص به شخص بخوام صحبت بکنم، ببینید اگه گروه جورجتان که شروع شد از همون اول، خب علی کریمی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ آسیا، گلشیفته فرهانی یک هنرپیشه مطرح، خانم نازنین بنیادی، خانم مسیح علی نژاد یک فعال حقوق زنان بود و به هر حال افراد دیگه، آقای اسماعیلیون به هر حال دادخواه، همه اینها حضور داشتن. اما واقعیت این است که اینها نقش خودشون رو هم هر کدوم به تنهایی میتونن بازی کنن، اما اینکه اینها بشینن دور هم و بعدش هم به عنوان رهبران یک انقلاب و در کنارشون فقط یک فرد سیاسی، اون هم آقای عبدالله مهتدی باشه، خب این رو تبدیل به هر حال به نوعی ابتذال میکنه که به هیچ وجه هیچ نسبتی با جامعه ایران نداره، نمیتونه نمایندگی بکنه. و من فکر میکنم اگر دنبال یک اتحاد باشیم باید بتونه حداکثر جامعه ایران رو نمایندگی بکنه، بر سر یک سری اصول مشترکی باشه، بسیار بسیار محدود، این گونه نباشه که هر کسی چیز خاص برای شرط خاص خودش رو بذاره رو و هیچ محدود انحصار طلبی درش نباشه، همه بتونن بر اساس اون اصول مشترک. جناب بشیرتاش، با توجه به این مواردی که فرمودید، اول اینکه چرا خود شما یا خانم دریا صفایی میخواستید که به این گروه ملحق بشید؟ من بهتون پاسخ دادم، بعد از منشور اصلا نمیخواستیم وارد بشیم، همونجوری که گفتم حتی دریا بر رو جشن تیرگان دعوت بود و نرفت و بعد خود من بعد از منشور چندین بار توییت زدم. ببینید، اصلا صحبتی که با دریا میکردیم این بود که اتوبوسی که میدونیم به زودی به دره پرت میشه، وارد دره میشه، اشتباه محض سوار شدنش. به هیچ وجه ما پس از انتشار منشور نمیخواستیم وارد این گروه منشور بشیم، برای اینکه اون رو شکست خورده می‌دونستیم و غیر دموکراتیک. پس چرا شاهزاده شما رو پیشنهاد داده بودن یا خانم دریا صفایی رو؟ ببینید، این بحثی بود که از قبل مطرح شده بود، اما شاهزاده با من در ارتباط اینگونه نبود که به من زنگ بزنه و میگن که الان من میخوام شما رو به اصطلاح معرفی بکنم یا به دریا. بحث های پیش از اون مطرح شده بود، حتی بسیار بسیار پیش از اون، نه با حتی با شاهزاده، فقط با شاهزاده برشت یعنی خود شاهزاده اصلا در این مورد صحبتی با ما نکرده بود. جناب بشیرتاش، عذرخواهی میکنم مجددا میام وسط صحبتتون چون میخوام بحث به شکل بگیره. با توجه به نکاتی که فرمودید، به علی کریمی اشاره کردید، به آقای مهتدی، با توجه به این نگاهی که میفرمایید و نگاه شاهزاده رضا پهلوی، چرا اصلا خودشون در این منشور حضور داشتن، در این گروه همبستگی؟ به نظر میاد که اصلا نزدیکی نداشتن افکارشون و نظراتشون. ببینید، خب بله که گمان کنم از تفاوت دیگه های فاحش این وجود داشت. یه سری افرادی بودن که میگفتن که ما هستیم تعیین میکنیم همه چیزو، در حالی که شاهزاده نظرش بر این بود که باید گسترده بشه این شورا. واقعیت این است که چندین هفته، حتی زمانی که در بروکسل بودن، در این سوزن به من صحبت کردن و گفتن که با اونها هم صحبت شده و گفته که اگر این شورا گسترش پیدا نکنه و نتونه نماینده جریانات مختلف سیاسی بشه، چه چپ چه راست، چه پادشاهی خواه چه جمهوری خواه، اتفاقا افرادی که به هر حال شاهزاده پیشنهاد می‌کنه اکثریت
بزرگشون جالبونه که جمهوری خواه بودن و حتی بعضن تاریخچه چپ داشتن، آقای گنجبخش یا به حال همون آقای شهدایی که برای عنوان مشاور بود اونجا یا آقای مسعود رانکار، و اینکه حتی صحبت میکردن با ما که جبهه هفته آبان هم به شکلی وارد اون ائتلاف گسترده سیاسی بشه و ما هم حضور داشته باشیم، همچین صحبتی رو میکردن قبل از اینکه همون در ماه فوریه البته، و بر این باور بودن که تمام جریانات سیاسی که یک سری اصول بنیادین رو باور دارن باید بتونن در این شورا شرکت بکنن تا بتونه نمایندگی کامل داشته باشه. علت این که ایشون بیرون آمدن این بود که احساس کردن که این شورا یک شورایی انحصار طلب که حاضر نیست حضور هیچ جریان سیاسی دیگه‌ای رو بپذیره. شاهزاده دنبالی نبود که افرادی که طرفدارش هستن بخوان برن تو، بلکه بتونه این شورا نمایندگی بکنه از جامعه ایران. و اتفاقا من فکر می‌کنم زمان اون فرا رسیده که با باز درس گرفتن از آنچه که گذشت. ببینید شورای همبستگی، منشور به حال همبستگی، این شکست خورده است، یک تجربه شکست خورده است. تجربه شکست خورده رو نباید تکرار کرد، بلکه باید بر یک سری اصول مشخص، برقراری یک دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر که ضامن حفظ یک پارچگی ایران باشه، بدون شک باید بر سر این اصول همه نیروهای سیاسی با هر عقیده‌ای که هستن، هر نوع نظامی رو که میخوان کنار هم قرار بگیرن، یک اتحاد ملی شکل بگیرن، بدن همون چیزی که مردم ایران میخوان و جان دادن بابتش در خیابان‌ها. هیچ کس از هیچ کس سوال نکرد که جمهوری‌خواهی، پادشاهی‌خواهی، چپی، راستی، برای آزادی ایران همه متحد شدن، و این بار هم بدون انحصارطلبی، بدون عدم صداقت باید داشت. با دروغ، با عدم شفافیت نمیشه اتحادی رو ایجاد کرد. ولی من امیدوارم که با درس گرفتن از شورای همبستگی، تجربه شورای همبستگی، بتونیم یک اتحاد ملی برای گذار از جمهوری اسلامی پدید بیاریم. بسیار سپاسگزارم از شما، سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان از بروکسل.